بسم الله الرحمن الرحیم درس امروزی ما در ارتباط الفبای زبان انگلیسی و معادل سازی آن به زبان فارسی است شروع میکنیم الفبای انگلیسی دارای 26 حروف میباشه که ای به زبان فارسی معادل است به الف مد عین و الف و همچنان صدای زبر اکثریت موارد میته بی صدای بی را میته سی هم صدای سی و هم صدای کاف میته و هرگاه شما مایل باشین در ویدیوهای بعدی در قسمتهای بعدی معرفی الف با حتما ما ایرا بیشتر روی کار میکنیم دی صدای دال میته ای e صدای عینی که زیر داشته باشه و الف که زیر داشته باشه بیشتر اینا را صدا میتا. و اکثرا صدای زیر هم میته اف صدای فیر میته جی ام صدای گاف میته و هم صدای جیم میته که روی از یام ما کار میکنیم H صدای حیر میته چی هی حلوا باشه چهی هی دو چشمه باشه آی صدای یاره میته و جی هم صدای جیم میته K صدای کاف میته ال صدای لام میته ام صدای میم میته ان صدای نون میته در فارسی و او اکثرا صدای پیش میته صدای ووی پیش داره میته صدای عین پیش داره میته پی ام صدای پی را افاده میکنه کیو صدای قافه میته و ناگفته نمانیم که خود انگلیس, های انگلیس ها اصلا قاف نمی داشته باشه R صدای ره را میته اس صدای سی میته تی صدای تر را میته در فارسی یو صدای الف پیش داره میته وو پیش داره میته و خیلی جایا صدای, صدای خودم میته وی صدای وی را میته ما معادل از را در فارسی نداریم دبلیو صدای و, و میته اکثرا ووی که زبر داشته باشه یا ووی که زیر داشته باشه یا ووی که پیش رویش به حساب الف آمده باشه اکس صدای اکس میته ما در فارسی معادل از نداریم بعضی نام ها همراه اکس شروع میشه که زید تلفظ میشه زی تلفظ میشه و وای صدای یار میته و زی هم صدای زید میته بعد از میریم در صفحه بعدی ایجا مثال کار شده یعنی مثلا احمد مثلا باران مثلا امران مثلا هارون مثلا کریم مثلا نگینه مثلا قاسم مثلا تواب مثلا یما اینجا قسم علی اینجا مثلا آرمان ایجا داوود اینجا الهامه ایجا فاروق اینجا گلندام ایجا حمید اینجا جواد اینجا لیلا اینجا هم مریم عمر پشاور رامین سوما الفت ولی و آخرام زینت که صدای زیره می قابل یادآوری است که الفبای انگلیسی در حقیقت دو رقم نوشته می الفبای بزرگ و الفبای کوچک که از لحاظ تلفظ اردوشان کدام تغییراتی نداره هم الفبای کلان و هم الفبای کوچک که به سلسله درسهای بعدی حتما ما او را و بیشتر روی از او کار خواهیم کرد انشاءالله.